چهارشنبه گذشته تیم ملی فوتبال انگلیس با نتیجه 3-0 بلاروس رو در هم کوبید و با اقتدار کامل به جام جهانی فوتبال صعود کرد. دیوید بکم در اواسط مسابقه وارد زمین شد و حضور درخشانی هم در میدان داشت. به نظر میرسه که دیوید کاپلو سرمربی تیم فوتبال انگلیس نظر مساعدی نسبت به بکم داره و او یکی از بازیکنان انگلیس در آفریقای جنوبی خواهد بود. هرچند که این مربی تاکید کرده دیوید بکم باید در یک تیم اروپایی بازی کنه. این روزها شایعات بسیاری درباره انتقال قرضی دیوید بکم به آس میلان وجود داره و به احتمال بسیار او پس از پایان رقابت‌های MLS از لس آنجلس گالاکسی به آس میلان خواهد رفت. امشب با علی منصوری صاحب تیم فوتبال زنان لس آنجلس سول صحبت می‌کنیم. آقای منصوری به واسطه همکاری‌هایی که با لس آنجلس گالاکسی دارند خبرهای دست اولی رو برای بینندگان ما خواهند داشت. آقای منصوری به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه بینندگانتون. خوشحالم که برای بار چندم در اینجا هستم. آقای منصوری پیش از اینکه به داستان دیوید بکم بپردازیم سپاسگزار میشم توضیح بدید که زمینه همکاری شما با مسئولین لس آنجلس گالاکسی چیست و چگونه با هم در ارتباط هستید؟ روابطی که من با مسئولین گالاکسی دارم که چند سال پیش شروع شدش، در یه زمانی ما سعی می‌کردیم که یه مسابقه‌ای در اینجا ترتیب بدیم بین تیم گالاکسی و تیم ملی ایران یا شاید یکی از باشگاه‌های ایران. شروع این روابط به این ترتیب شروع شد و بعدم در زمانی که تیم سول شروع کرد که در لس آنجلس بازی کنه، چون در همون زمینی ما بازی می‌کنیم و در همون استادیومی بازی می‌کنیم که گالاکسی بازی میکنه، باهاشون در تماس افتادیم. در ضمن کوتاه هم بگم که من یه تیم فوتبال مردم دارم که در اینجا در گروه سوم هستن اگه بخوایم در نظر بگیریم و بعضی موقع بازی های دوستانه با گالاکسی انجام میده. موقع گالاکسی یک هفته بازی نداره با ما تماس میگیرن و باهاشون بازی میکنیم، بنابراین من باهاشون در تماس هستم. آقای منصوری، آیا دیوید بکم به آس میلان خواهد رفت؟ این شایعات درسته؟ الان در چه مرحله‌ای هستیم؟ والا این شایعات مثل که به حقیقت پیوسته. دیشب ESPN خبرگزار ESPN اعلام کرد که این قرارداد تموم شده هستش. من تماسی داشتم دیشب و حتی امروز صبح با آقای تام پین که پرزیدنت تیم گالاکسی هستن. ایشون به من گفتن که در 99% یعنی امضا نشده ولی موافقت ها انجام شده و به احتمال زیاد بعد از تعطیلات کریسمس آقای بکمو در تیم آس میلان خواهیم دید. در حال حاضر فکر میکنید که این قرارداد تحت چه شرایطی صورت میگیره؟ آیا جزئیات مشخصی از اون هستش که بشه بهش اشاره کرد؟ جزئیاتش مشخص نیست. این یک وام در حقیقت هستش که تیم گالاکسی آقای بکمو به صورت وام میده به آس میلان. به نظر میاد و نمیتونم اینو 100% بگم، ولی به نظر میاد که برای امسال 5 میلیون دلار هستش و با گارانتی اینی که آقای بکم بعد از تموم شدن فصل بازی‌های ایتالیا و اگر به جام جهانی هم که انتخاب بشه برای تیم انگلستان در جام جهانی، بعدش دوباره برای گالاکسی بازی خواهد کرد. فکر میکنید به صورت کلی نظر مسئولین تیم گالاکسی نسبت به انتقال قرضی دیوید بکم به آس میلان چی هست؟ به هر حال باید بپذیرن، این رو ما میدونیم، ولی فکر میکنید این رو مثبت ارزیابی میکنن؟ چگونه هست نظرشون؟ والا این انتقال در 3 سال پیش موقعی که انجام شدش سال اول خوبی نداشت. آقای بکم موقعی که اومد اینجا آسیب دیده بودش و یه مقدار با عجله آوردنش تو بازی، چون فشار از طرف تماشاچیان، فشار هالیوود، فشار آدمای مهمی که می آمدن و از قبل بلیط خریده بودن که گالاکسی رو ببینن، ایستگاه‌های تلویزیونی که مقدار زیادی خرج کرده بودن که آقای بکم رو ببینن، بنابراین مجبور شد بازی کنه و مجروحیتش که بدتر شدش در سال. بنابراین سال اول از بین این مسئله رفت و اون توقعاتی که داشتن اصلا به جایی نرسید که مردم میخواستن. در سال دوم هم که رفتیم در اون برنامه‌ای که یه مربی که آقای بکم خودش خواسته بود اومده بود اینجا و این مربی عوض شدش و مربی دیگه آوردن. بنابراین در دو سال اول اگه به صورت خلاصه بخوام بگم اصلا موفقیت آمیز نبود.
ولی امسال آقای بکم خیلی خوب داره بازی میکنه و تیم گلکسی در مقام اول الان شریک هست با تیم دیگه و در بازی های پلی آف خواهد بود و اگر بتونه تا بازی فینال پیش بره فکر میکنم یه مقدار موفقیت آمیز در زمین به وجود اومده. شما فکر میکنید چرا اصلا لس آنجلس گلکسی دیوید بکم رو جذب کرد؟ چه دلایل و انگیزه هایی وجود داشت که این ستاره انگلیسی رو به شهر لس آنجلس آوردن؟ همونجور که متوجه هستیم شهر لس آنجلس شهر هالیووده و ستاره زیاد داره و در اون زمان فکر میکردن که اگر بخوان که به موفقیت برسن و تبلیغات فوتبال رو بیشتر بکنن اینه که یک ستاره بیاد و آقای بکم بغیر از اینکه یک ستاره هستش در زمین فوتبال از بیشتر به خاطر اون جذابیتی که داره و همینجور که در ویدیوها میبینیم و به خاطر اینکه ازدواج کرد به خانم پاش این باعث میشد که بیاد اینجا توجه مردم در تمام امریکا به فوتبال لس آنجلس و فوتبال در امریکا بیشتر بشه و در اوایلش دیدیم که همین جورم بود، یعنی در مسابقات اول میدیدین که در تمام تلویزیونان که نشون میدن تمام اخبار لس آنجلس و شهرهای دیگر تحت شعاع قرار داده بود ولی متاسفانه ادامه پیدا نکرد چون آقای بکم در زمین موفق نبودش. فکر میکنید خود دیوید بکم از این انتقال راضی بوده، اومدنش به شهر لس آنجلس و این نتایج ضعیفی که در 3 سال نخست کسب شد چه تأثیر میذاره رو ذهنیت یه بازیکن در این حد؟ من فکر میکنم که آقای بکم یه مقداری که اول تصمیمش رو گرفت که به اینجا بیاد یه مقدار به خاطر شرایط مالی بود، به مقدار پولی که ایشون قرارداد 5 سالش نه با گلکسی، چون یه قرارداد خیلی پیچیده ایه قرارداد آقای بکم، ولی به طور کل اگر 5 سال اینجا بمونه کل پولی که میگیره یه چیزی در حدود 225 تا 250 میلیون دلار میشه و این پول برای بازیکن با اینکه ما رقم های زیادی رو میشتویم در اروپا که پرداخت میشه مثل آقای کریستیانو رونالدو، ولی اون پول ها بیشتر به باشگاه ها میره. این پول برای خود آقای بکم خواهد بودش، بیشتر این پول خود ایشون خواهد. بنابراین یه مقدارش به خاطر مسائل مالیش بود، یه مقدار به خاطر خانمشون خانم پاش که خیلی دوست داشت که بیاد تو هالیوود، چون در اون گروهی که آواز میخوند در اون زمان این گروه دیگه از بین رفته بود و اسم ایشون اونقدرها در مجله ها و اخبار نبود و اومدن به هالیوود یه مقدار به این مسئله کمک میکردش. این در اینجا بود. از لحاظ بازی آقای بکم فکر میکرد مثل خیلی کسای دیگه موقعی که بیان امریکا بازی کردن در اینجا ساده خواهد بود و بعد دیدن که نه، اینجور نیست. فوتبال در امریکا برخلاف اون چیزی که در اروپا یا در بعضی کشورهای دیگه فکر میشه در سطح بالایی هستش، مخصوصا از لحاظ فیزیکی و سرعت بازیکنها، و این یه مقدار طول کشید که آقای بکم خودش عادت بده به این مسئله. واسه همین الان میبینیم که خیلی بهتر تو زمین بازی میکنه. شما اشاره کردید که قرارداد پیچیده ای هست و خب جزئیات بسیاری داره. در حدی که بینندگان ما میدونن در آمریکا سقف قراردادی وجود داره و تیم ها نمیتونن بیشتر از یه میزان مشخصی به بازیکنان خودشون حقوق بدن. پس این منابع مالی برای امضای قرارداد با دیوید بکم چگونه تامین میشه؟ آقای بکم پولی که از طریق فوتبال از گلکسی میگیره حد اکثر 5 میلیون دلار در سال خواهد بود. فکر میکنم بین 3 تا 5 بستگی داره که چجور بازی میکنه، چقدر گل میزنه، ولی حد اکثرش 5 میلیون دلار خواهد بود. بنابراین اون 45 میلیون دلار بقیهش یا 30 میلیون دلار بقیهش از یک سری منابع دیگه میاد. یه مقدارش از شرکت آدیداس میادش، یه مقداریش از خود کل لیگ فوتبال امریکا میاد، یعنی چون آقای بکم به شهرهای دیگه هم که میره بازی میکنه بسیار تماشاچی میاره و جذب میکنه، همه باشگاه‌های دیگه و کل لیگ در این مسئله کمک کردن. ولی به طور کل ما که الان نگاه میکنیم و من با مسئولان در تماس بودم و این صحبت هست، به اون مقداری که فکر میکردن از آوردن آقای بکم در اینجا استفاده میکنن از لحاظ مالی اصلا به اون مسئله نزدیک نبوده.